بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد حداقل دستمزد سال 1402. افزایش ناچیز و شرم‌آور دستمزد با اعتراضات و اعتصابات سراسری روبرو خواهد شد. شورای عالی کار حکومت باز هم با افزایش چندر قاز حداقل دستمزد برای سال 1402 که حتی از نرخ تورم اعلام شده خودشان هم به مراتب کمتر است، جنایت آشکاری را علیه ده‌ها میلیون نفر از مردمی که فلحال چند بار زیر خط فقر زندگی می‌کنند مرتکب شد. مفتخوران حاکم تصمیم به افزایش 27% حداقل دستمزد کارگران گرفتند. با این تصمیم حداقل دستمزد امسال 5,307,000 تومان می شود. البته همین درصد هم شامل بخش قابل توجهی از کارگران نخواهد شد و فقط برای کف بگیران مزدی است که بخش کوچکی از کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان قبل از سال 97 را در بر می گیرد. دستمزد متوسط بگیران فقط 21% افزایش می یابد و حقوق کارکنان دولت 20%. این به معنی کاهش عملی دستمزدهای زیر خط فقر فعلی است. با توجه به تورم لجام گسیخته، اکثریت عظیم مردم زحمتکشی که توان خرید ساده ترین اقلام مورد نیاز را نداشتند، باز هم از قدرت خریدشان به شدت کاسته خواهد شد. معنی این تصمیم جنایتکاران حاکم، گرسنگی واقعی تولید کنندگان و زحمتکشان جامعه، کارگران و معلمان، بازنشستگان، کادر درمان، اکثریت کارمندان دولت، میلیون‌ها جوان بیکار و عواقب فاجعه بار اجتماعی مانند رشد تنفروشی و اعتیاد و کارتون خوابی و ترک تحصیل کودکان و هزاران مصیبت دیگر است. بودجه حاکمان مثل همیشه به نیروهای سرکوب و دم و دستگاه کثافت مذهب و حقوق‌های نجومی مقامات اختصاص یافته و اکثریت عظیم جامعه قربانیان این شرایطند. روشن است که کارگران و حقوق بگیران فقیر و زحمتکش زیر بار این وضعیت فاجعه بار نخواهند رفت و این را در بیانیه‌ها و منشورها و فراخوان‌هایشان اعلام کرده‌اند. اما این تنها نقطه آغاز یک مبارزه عظیم اجتماعی و آغاز دوره‌ای از اعتصابات سراسری و تجمعات اعتراضی قدرتمند خواهد بود. حکومت در اوج بحران داخلی و خارجی است. انقلاب زن زندگی آزادی این رژیم را از هر سو محاصره کرده و تحت فشار قرار داده است. ماشین سرکوبش بحرانی و قدرت سرکوبش به شدت کاسته شده است. در مقابل این تصمیم بیشرمانه حکومت، بخش‌های مختلف طبقه کارگر، معلمان و بازنشستگان و کادر درمان ساکت نخواهند نشست و در صفوفی متحد و یکپارچه تجمعات و اعتصابات سراسری را برای افزایش دستمزدها و تحقق مطالبات خود تدارک خواهند. این بیشک با حمایت وسیع جامعه انقلابی و به جان آمده ایران روبرو خواهد شد. کارگران می توانند همراه با زنان و جوانان انقلابی کار این حکومت را در سال 1402 یکسره کنند. این تنها و تنها راه پایان دادن به فقر و محرومیت و همه مشقاتی است که جنایتکاران اسلامی و اکثریت مردم تحمیل کردند. زنده باد اعتراضات و اعتصابات سراسری برای افزایش دستمزدها. زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی. نابود باد جمهوری اسلامی. حزب کمونیست کارگری ایران، 3 فروردین 1402، 23 مارس 2023.